سرخط خبرهای افغانستان و جهان، انتقاد کای آیده از برخورد امریکا با کرزی. آیده هالبروک با انتقاد نمیتواند کارها را روبرو کرد. تعهد عدم همکاری با شورشیان کلید زندان بگرام. 15 زندانی با آزادی از بگرام به خانواده های خود پیوستند. 2 نوامبر گذشت و آبها از آسیاب پرید. جمهوری خواهان بر ریاست کنگره آمریکا تکیه زدند. و خونبارترین شب بغداد، 64 کشته، 360 زخمی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 عقرب سال 1389 هجری خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2010 میلادی. در این برنامه من شکیلا فرحمن همراه با همکارانم فاطمه احمدی و زینب سایی با شما هستیم. اما برنامه خبری این ساعت را با خبری از اظهارات کای آیده در مورد برخورد آمریکا با رئیس جمهور کرزی آغاز می‌کنیم. کای آیده، فرستاده پیشین سازمان ملل در افغانستان، از برخورد دولت آمریکا با رئیس جمهور کرزی انتقاد کرده است. آقای آیده که در مورد ماموریت 2 ساله خود در افغانستان کتابی هم نوشته، میگوید با حامد کرزی به طور صادقانه برخورد نشده است. در همین حال شماری از نمایندگان ولی سجرگه نیز فاصله ایجاد شده بین واشنگتن و کابل را نگران کننده میخوانند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فهیم. شاید در رابط بین دولت ها تنش های سیاسی و یا هم گفتگوهای لفظی امر معمول باشد، اما برای مردم کشور مثل افغانستان که پس از مدت ها آرامش نسبی را حس کردند، فوق العاده نگران کننده است. در روزهای اخیر هر تصمیم و هر امر رئیس جمهور کرزی با مخالفت ها و حتی هشدارهای جدی امریکا روبرو شده است. تصمیم لغو شرکت های امنیتی خصوصی با هشدار توقف میلیون ها دلار کمک امریکا روبرو شد، و یا هم موضوع دریافت پول از ایران با فشارهای جدی تر از آن. من نتیجه امریکا و افغانستان اگر زیادتر اگر خراب شد، افغانستان باز دوباره به بارون کشیده میشه، باز دوباره امنیت از بین میره و دوباره افغانستان با سازی از بین میره، نابود میشه و کمک های امریکا هم شاید قطع شد و لازم باز همون باش همون کاسه میشه دیگه. باز بازه چی همین دست ایران و پاکستان و چین شروع میشیم. دولت آمریکا همونطوری که آقای کای آیده گفته، در خیلی موارد نمایندگانش در مسائلی که ضروری نیست مداخله بیجا میکنه. مثلا فرض کن از جمله در مورد اینی که مثلا دولت آمریکا گفته آقای کرزی بابت کمکایی که از بیرونی میگیره برای ما حساب بده. این به نظر من یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور افغانستان است. افغانستان باید آمریکایی‌ها بدانند یک کشور مستقل است، یک جمهوری مستقل داره، با انتخاب مردم آمده بر سر کرسی نشسته و این حق داره که از منافع ملی و از مصلحت ملی داخل افغانستان دفاع کنه. در روابطو که مثلا سنگسی اوس لکسنگ سروانه دا کدا رقم دوام پیدا کړي، نو افغانستان کې کېدل شي ځکه چې امنیتي لحاظ نه تر اوسه پورې خودکفانه د افغانستان اردو له هر امنیتی ارګانونو نشه کولی په ګوډ ګوډ د افغانستان په هر ولایتو کې امنیت ټینګ کړي. تقابل دروازې موجود نه به نفع امریکاست و نه به نفع افغانستان. افغانستان از بحران شدید ناامنی رنج میبرد که نیاز به کمک های جامعه جهانی خاصتان ایالات متحده امریکا منحصر دونر اصلی ضرورت دارد. کای آیده، نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان که ماموریت 2 ساله‌اش در ماه مارچ همین سال پایان یافت، میگوید فشارهای پی در پی امریکا بر رئیس جمهور کرزی مؤثر نیست. آقای آیده که در مورد ماموریتش در افغانستان کتاب هم نوشته، میگوید با حامد کرزی به طور صادقانه برخورد نشده است. او در کتابش از ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان انتقاد کرده که گویا مکررن بالای رئیس جمهور کرزی فشار وارد کرده و نتوانسته پیچیدگی جامعه افغانی را درک کند. کای آیده خطاب به هالبرو گفته است که افغانستان بالکان نیست که با زورگویی مردم را در رسیدن به توافق وادار کرد. نسبت به هر کس دیگر کمی و کاسته های رئیس جمهور کرزی را درک کردم. با او برخورد صادقانه نشده. این گونه فشارها حکومت کرزی را ضعیف می سازد. ماموریت کای آیده هرچند در روزهای اخیرش در افغانستان با اتهامات چشم پوشی از میزان تقلب ها در انتخابات ریاست جمهوری امرا شد، اما او همچنان به موضوعات افغانستان دلچسپی نشان می دهد.
او از کشورهای عضو ناتو خواست تا به تلاش‌های خود در افغانستان ادامه دهند و تعهدات خود را در اجلاس لیسبون تجدید کنند. اجلاس سرانه کشورهای عضو ناتو قرار است در 19 و 20 نوامبر همین ماه در پرتغال برگزار شود. انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان از سال 2011 تا 2014 مهمترین موضوع نشست است. گروه بازسازی ولایتی نیروهای سویدن در بلخ میگویند که در سال آینده میلادی به شمار نظامیان آنان در این ولایت افزوده می شود. همچنین این نیروها قصد دارند تا 2 فروند هلیکوپتر را به منظور حمل و نقل طبی از سویدن به بلخ انتقال دهند. رئیس گروه بازسازی نیروهای سویدن در ولایت بلخ میگوید آنان قصد ترک افغانستان را به این زودی ها ندارد، اما به ماموریت عملیاتی جای خود را به نقش حمایتی می دهند. گروه بازسازی ولایت سویدن در بلخ میگوید نیروهای این کشور قصد خروج از افغانستان را ندارند که هیچ، حتی 50 نظامی دیگر به جمع آنان افزوده می شود. مایکل فیلیپ رئیس گروه بازسازی ولایتی سویدن در بلخ میگوید ما به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهیم. در سال 2011 نیروهای سویدن افزایش می یابد که 2 هلیکوپتر حمل و نقل طبی را نیز با خود دارند. مایکل فیلیپ میگوید نیروهای سویدنی در آینده نزدیک به ماموریت خود در افغانستان پایان نخواهند داد. فیلیپ اما گفته که تغییرات اندکی در روند کاری به وجود آمده که بر اساس آن نقش عملیاتی به حمایت از نیروهای افغانستان تغییر میکند. هدف نیروهای سویدن این است که یک مقدار تغییر جهت می‌دهند از مبارزه به حمایت. بعد از این ما می‌خواهیم نیروهای امنیتی افغان را حمایت کنیم تا قادر شوند تامین امنیت را به دوش بگیرند. گروه بازسازی ولایتی بلخ متشکل از 700 سرباز سویدنی و فنلاندی اند که از سال 2002 تا کنون بیش از 6 سرباز آنان به قتل رسیده است. این نیروها مسئولیت تأمین امنیت ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل و سمنگان را بر عهده دارند. ادامه خبرها. گروه 14 نفری زندانیانی که در جریان 2 سال به اتهام همکاری با شورشیان از سوی قوای ائتلاف بازداشت شده‌اند، امروز از زندان بگرام آزاد شدند. گفته شده که این زندانیان تعهد داده‌اند که پس از آزادی از حمایت گروه‌های شورشی دست می‌کشند. مقام‌ها نیز گفتند تنها افرادی که از زندان رها می‌شوند با گذشته خود تغییر رفتار دهند. روح الله الهام گزارش می‌دهد. نخستین گروه زندانیان ولایت هلمند از بازداشتگاه بگران تقریباً 5 ماه پیش رها شدند. این اقدام بخش از تلاش‌های رئیس جمهور کرزی برای جلب اعتماد طالبان و تشویق آنها برای گفتگو است. این اقدام به عنوان آغازین روندی بود که هنوز هم ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد امروز 14 نفر دیگر از ساکنان ولایت‌های هلمند، قندهار و زابل به خانواده‌های خود پیوستند. جنرال مرجان شجاع مسئول بخش تنفیذ قانون وزارت دفاع زندانیان رها شده خواست تا به شورشیان نپیوسته و در بازسازی و پیشرفت کشور سهم گیرند. او همچنان گفت که این افراد به اتهام همکاری با گروه‌های شورشی بازداشت شده و به جرم خود نیز اعتراف کردند. در جرم موضوع تحقیق شده، اعترافات دوی موجود دی، برت دوی تایب شویدی و پیمانی کردی. اما محمد انورخان رئیس شورای ولایتی هلمند دولت و نیروهای بین المللی را به دلیل بازداشت افراد ملکی مورد انتقاد قرار داد. انورخان می گوید که شمار زیاد افراد بیگناه بدون رسیدگی به دوسیه های خود مدت زیاد را در زندان سپری کرده اند. در زمون مشکلات مرکزی دولت تروست شد نگی درد کری که درد کری دی اساسی لاری نگی ورد پیدا کری در غتی نیزانی حرکتو نگی یا در بلا سر پشتو والی صافت وز غلو کماندان صافت وز غلو دیو خلق سر و پشتو ولیکش ولیک خلقی بیوری دی بنجانی اکلا چا تو وی ولیک چا تو وی تو در یاد پانکی تو وی تو پا در غتی میشتو کلون را بانکیستی نظامی در مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې د دغه ټولو پروګرامونو لپاره دې یوه اساسي روښانه تګلاره جوړه کړي او د خارجیانو څخه مې د دا خودسره عملیاتو خودسره بندیخانو خودسره تلاشیو د دغه څخه دې مخنیوی وکړي دا کار دې پرېږدي. رئیس شورای ولایتی همچنان از عملیات خودسرانه و بازرسی منازل مردم از سوی نیروهای خارجی نیز انتقاد کرد.
در گذشته نیز انتقادهای از این دست نسبت به برخورد نظامیان خارجی با زندانیان در بازداشتگاه بگرام وجود داشته است. با این حال قرار است مسئولیت نگهداری از تمامی این زندانیان به دولت سپرده شود. بر اساس توافقی که در این مورد بین افغانستان و آمریکا انجام شده، انتظار می رود نیروهای داخلی تا 2 ماه آینده مسئولیت این زندان را رسما به عهده گیرد. وزارت امور زنان می گوید